أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هر گناهی که من میکنم یه ذره فهمم کم میشه، هر کار خوبی که میکنم خوب آخه شرایط داره، گناه شرایط نداره. من به قصد ریا گناه کنم قبوله، برای خاطر رضای خدا گناه کنم قبوله، مثلا داریم میگم. اما نمیشه، کار خوب باید خالص باشه. حالا هر کار خوبی که بکنم بر جدیه ها، هر کار خوبی که بکنم بر فهم و شعورم افسوده میشه. یه قانونه، آدم میتونه تا بی نهایت فهم و شعور پیدا کنه، بی نهایت فهم و شعور. آدم میتواند تا بی نهایت نفهمی تحصیل کنه. یه فرمایش پیغمبر فرمودن، خیلی غریبه، عجیبه، این اسامه پسر آزاد کرده ایشون بود، یه زید نامی بود که اینو دزدیده بودن توی کودکی، آورده بودن فروخته بودن، از این کار رو میکردن، فروخته بودن و به نظرم حضرت خدیجه خریده بود و هم داده بود به خدمت پیامبر و ایشون آزادش کرده بود. این موند در خونه پیامبر تا وقتی که شهید شد. پدر مادرش هم اومدن ببرنش، گفت نه، اون چیزایی که از پیامبر دیده بود نرفت با پدر مادر. پسر اون بود اسامه، این رفته بود یه چیزی خریده بود، یه ماهه پیغمبر فهمودن که چقدر آرزو داره، یه ماه آرزو داره که زنده بمونه. همه ما همینجوره دیگه. ایشون اینه میخوام بگم، اونا مهم نیست، فرمود من چشممو میبندم امید ندارم باز کنم، باز میکنم امید ندارم ببندم. این امید دارم امید ندارم مال اون نهایت شعوریست که این هر بار چشممو باز میکنم توجه دارم که ممکن است من چشممو نتونم ببندم، نه من ببندم نتونم باز کنم. این شعورش رو میخوام عرض کنم. آدم میتونه به این درجه از شعور برسه که لحظه لحظه عمرش تحت اشراف، ممکن در زبان عربی میگن اشراف، تحت اشراف خودش انجام بشه. من ببینید یه نهار میخورم، کلیه این من مواظبم این غذا که میخورم پاک باشه، بعد توجه دارم که این غذا حلال باشه، خوبه. کسی این مقدار مواظب غذای خودش هستش خوبه. اما ایشون داره میگه آقا من هر لقمه‌ای رو که بردارم از زمین بردارم فکر نمی‌کنم میتونم بذارم تو دهنم، گذاشتم تو دهنم فکر نمی‌کنم میتونم ببلعم، مثلا قورتش بدم.
اینقدر ذهن شعور قوت یافته. این خاصیت انسانه. انسان میتواند به اعلی درجه شعور برسد. این حالا هی نمونه هاشو عرض میکنیم. یعنی امام زمان علیه السلام امام زمان ماست دیگه، باید ذره ذره اعمال و رفتار ما رو تحت نظر داشته باشه. داره یا نداره؟ بابا این جمعیت، نه تمام جمعیت کره زمین، نه بفهم همه عالم تحت نظر. این چطور میتونه؟ یه آدمه که چقدر جا داره. حالا که امام و اونها اون درجهشون حسابشون جداست، اما آدمیزاد میتواند اینقدر به این درجه از شعور، حضور، شعور، این راهش همونه که عرض شد. هر کار خوبی که شما میکنی به عنوان یک واحد شعور بر شعور شما افزوده میشود. اگه خرابش نکنیم خوبی میمونه. یک واحد شعور با یک کار خوبی دیگر یک واحد شعور میافزایم. با یک واحد شعور با یک کار خوبی دیگر یک واحد شعور میافزایم. اون روزی که سر به بی نهایت بزنه، ببینید اونایی که به این درجه رسیدن، این درجه از شعور تمام زندگیشون هم هست، یعنی ازدواج کرده، فرزند داره، خانه داره، کار داره، کسب داره، مثلا کشاورزه، مثلا چوپانه، تاجره، پیامبر این کارا رو کرده دیگه، هم تجارت کرده، هم مثلا چوپانی کرده، حالا شاید کشاورزی نکرد، مثلا فرض میکنه، فرق میکنه، یه پیامبری هم ممکنه کشاورزی کرده باشه، مثلا حضرت ابراهیم مثلا کشاورز، زمینای کشاورزی داشتن، کاراش هم کاملا همه چی سر جاشه. این همه فکر و خیال تو ذهن ما باشه، نه این همه، یک صد هزار رو میشه، یک صد هزار هزار رو میشم اگه توی ذهن ما باشه، ما دیوونه میشیم از این همه فکری که تو ذهن ما جمع میشه. اون نه، این همه فکر رو داره. اون شعور همراه خودش این علمای معمولی ما قدرت همراهش نیست. شما اگه علم فرض کن فیزیک فضا داری، فیزیک فضایی رو داری، کاری نمیتونه بکنی با این علمش. باید پیشینی زحمت بکشی چیکار کنی، فرض کن یه ماهواره درست کنی، یا اسپونتیک درست کنی، چیکار کنی تا بعد از زحمت 100 نفر 1000 نفر متخصص دیگه هم بیاد تا بتونی از این چیزی که تو ذهن شما از فیزیک فضایی هست مثلا بهره ای ببری. علم قدرت به دنبال میآورد. اونجا علمش عین قدرته. اون شعوری که آدم، ببینید اون شعوری که آدم کسب میکنه، ذره ذره خودش کسب میکنه، اون شعوری که آدم ذره ذرهش خودش کسب میکنه، اون همراه با قدرته. هر ذره شعور که میآید یه چیز دیگه. هر موجود زنده‌ای، موجودات زنده به درجه زندگی و حیاتی که دارن، درجه حیات زندگی تا چه اندازه است، به همون مقدار شعور و اراده دارن. این حرف کلی، این حرف کلی حکیمان عالم اسلام اینو فرمودن. بعد حالا ما درجه اول از حیات رو کجا میدونیم؟ کجا میدونیم؟ ماها درجه اول حیات، زندگی توی کره زمین درجه اولش مال چیه؟ مال گیاهانه. اون کسی که اون حرف میزنه میگه گیاه به اندازه درجه حیات خودش قدرت، حالا بفهم اراده یا شعور، مثلا دوتایی داره.
حالا نمونه هایی داره که نمیخوام عرض کنم. گفتم از همونجا شروع میشه اما نهایت کمه. یه مثال میزدم براتون، یه درخت داشتیم توی اون منظر ما که گوشه باغچه رویده بود، اون گوشه این از آفتاب دور بود، تمام هیکلش اینجوری بود، اصلا اینجوری هیچ وقت نرفت بالا، اینجوری رفت بالا به دنبال آفتاب. یه چیزی بوده دیگه، یه چیزی بوده. اگر مثلا فرض کنید که آب از این طرف به ریشه میرسه و از این طرف نمیرسه، ریشه ها میره اون طرف، یه چیزی هست، از درجه از شعور هست. حالا حرفای دیگه هم زدن خب درجه بالاترش حیوانات دارن دیگه، بعضیشون هم مثلا حالا شادن بسیار باهوشن، بعضی از حیوانات رو میدونیم. انسان مثلا در درجه فهم و شعورش خب بالاتر از حیواناته. انسان انسانیتش به اون فهم و شعورشه، به ارادش، شعور اراده. خب اگر چیزی بیشتر از حیوان باشه باید یه فهم و شعوری برتر از حیوان داشته باشه، اگه نباشه که. اون شعوری که برتره آدم چگونه میتونه داشته باشه؟ میگیم اون از طریق کسب ممکن است. آدم وقتی متولد میشه حیوان بالفعل، انسان بالقوه است دیگه. اون انسانیت بالقوهشو کی میتونه بالفعل کنه؟ وقتی که این شعور رو کسب کرده باشه. مرتبه اولش اون وقتی است که آدم ایمان میاره. ایمان که میاره، این اولین قدم اون شعور کسبی است. قرآن موجودات را به زنده و مرده تقسیم کرده، کافر و منافق مرده حساب میشه، مؤمن زنده حساب میشه. واقعا یه چیز علاوه داره از اون. خب من اگه یه رفیقی دارم مثلا فرض کنید که ملحده، کافره، خیلی مثل همین ما، پس مثل همین. ایمان بایستی چون یک حیات تازه برای انسان می آورد، ایمان یک حیات تازهی برای انسان می آورد، بایستی شعور و اراده تازهی بیاورد. قرآن داره افمن کان میتن فاحییناهو، کسی که مرده است ما او را زنده می کنیم، بعد جعلنا له نورن و برایش یه نور قرار می دیم. این مؤمنه. اون که میت گفته از قرآن یعنی مرده، یکی سیست مرده است، یکی سیست نه، ما زنده اش کرده ایم، ما زنده اش کردیم، ما زنده اش کردیم. چیکار کردیم؟ بر اون نوری قرار دادیم که با اون نور زندگی می کنه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این آدم آیا میتواند مثالش مثل کسی باشد که در ظلمت ماند برای ابد و از آنجا دل نکند، بیرون نیومد، در کفر خودش باقی ماند؟ مؤمن رو زنده، احییناه، ما رو زنده میکنه. حالا من مؤمنم اما هیچی احساسی نمی کنم از اون شعور اضافه، از اون قدرت اراده اضافه، هیچی احساس نمی کنم. نمیشه. اگر کسی ایمان دارد حتما یه شعور و یک اراده علاوه ای دارد، که کسی کافر است نمیتواند اون شعور و اراده رو داشته باشه. حالا در ماها چون ضعیف ایمانمون، اون شعور و اراده‌ای که
بایستی در نتیجه ایمان آدم داشته باشه کمتر داره. باز همون بر میگردیم اونجا، اگر شما ایمان داری ایمان رو باید تمرین کنی روش، ایمان رو تمرین کرد. نماز اول وقت تمرین ایمانه شماست. حادثه پیش اومد، دروغ من بگم یا نگم، نمیگم، این تمرین ایمانه. یه کسی که حالا اسم نمیبرم و مقدمات و مؤخرات رو نمیگم، کاملا پوشیده عرض میکنم، یه کسی یه چیزی رو میخواست خیلی، اسم میبرم، رسید، همت کرد، برخواست، دور شد، یه گناهی رو خیلی دوست داشت، سالها به دنبالش بود، حالا گیرش اومده، حالا مثلا برخواست، دست نزد به اون گناه. این تمرین ایمانه. بعضی تمرین خیلی مهمه، یهو ممکنه آدم رو زیر رو کنه، ممکنه نه، حالا به درجهش. در اصل تمرین ایمان، ایمان شما را ببینید، هی چکش میخوره رو این ایمان، ایمان مستحکم تر میشه، هی چکش میخوره، چکش میخوره، تا ابد شما میتونید رو این ایمانت چکش بزنید و مستحکم تر بشه. باز برمیگردم، اگه عمل درست من کردم، دارم تمرین ایمان میکنم، دارم چکش میزنم بر فولاد ایمان خودم، که فرمایشی که امام میفرماید، میفرماید که کوه میشه کند از جا، خیلی سخته، نمیشه کوه کند، اما میشه کند. ایمان مؤمن یه ذرهشو نمیشه دست زد. همین تازه داشتم مقدار شرح احوال مرحوم آش محمد تقی بافقی رو میخوندم، ایشون زن بچه رضا خان آمده بود، عید بود، حرم حضرت معصومه بی حجاب، همین بهشون خبر دادن، یه خودش دید، به اجازه کی اومدین اینجا؟ چرا اینجور بی حیا اومدین؟ چرا چادر سرتون نکردین؟ داد هوار کرد و اونم زن شاه دیگه. رضا خان میگن تلفن کرد، بخشای از ارتش از غرب اومدن به طرف قم، یه بخشای مثلا از شرق اومدن، قم محاصره توپخانه سپاه ایران، اینا در مقابل آمریکا و انگلیس مرد نیستن، اما خود در مقابل خودمون که مرد هستن که. توپا رو گرفتن رو به شهر قم، میخوان شهر قم رو کنفیکون کنن، حالا کار نداریم. در صورت اومد توی شهر، اینو نکردن، یه کسی جلوش رو گرفت نکرد، ما داخل شهر بیاریم ببینم این شیخ خوب، تو چرا مثلا چیکار بی ادبی کردی؟ من بی ادبی نکردم، من امر به معروف کردم، نهی از منکر کردم، نترسید. یه ذره خدشه به اون ایمانه وارد نمیشه. بابا سیل اومده باشه، سیل اومده باشه، من اجام تیکون نمیخورم. حالا هزار تا نمونه هست، داستان آبس رو میدونی، وایس جلوی زهیر، وایس جلوی تیرا، اون مقدار تیر رو که با سپر میشد گرفت، گرفت نشدم، چشمشو برده، سرشو برده جلو، تنشو برده جلوی تیر نخوره به امام و یارانش که نماز میخونن. هیچ حادثه، هیچ حادثه، این شوخی نیست، هیچ حادثه اگر آدم تمرین کرده باشه. حالا ببینید این حوادث این عالم در هر صورت میگذره، یه طوری میشه دیگه، یا من امروز سرما خوردم یا نه حالم خوبه، میگذره دیگه، امروزش میگذره، اما فردای روزگار دیگه نمیگذره. داستان حضرت عیسی نقل میکنن، حضرت عیسی علیه السلام اومد بالای قبری، یه نوک پنجه پای زد، اون مرده از قبر برخواست، بلند شد. حالا این تیکش فقط میخوام عرض کنم، چند سال تو مردی؟ گفت 400 سال. هنوز تلخی مرگ توی سائقمه. اینجوریه. اشکال اون بره. که
که همیشگی میشه، اگر یه چیزی بشه خدای نکرده همیشگی ممکنه بشه. پس حرفمون اینه، ما حتی یه دونه گناه، حتی یه دونه کوچولو، یه دونه گناه کوچولو، حالا یه اشکال دیگه هم داره که حالا عرض میکنم، یه گناه کوچولو نه، یه گناه کوچولو نه، یه حبه نه، مال مردمه، یه پوسته گندم، فرمایش امیرون میفرمونه پوسته گندم من از دهن یه مورچه‌ای که حالا یه گندم گرفته تو دهنش داره، پوستش هم من نمیگیرم از این به ظلم، این مقدارم نمیکنم. این چه عرض میکردیم؟ گفتم این کوچیک هم باشه، یه فرمایشی امام فرمود که خدای متعال رضای خودش رو در میان اطاعتها پنهان کرد، کار خوب توش رضای خدا توی یک اون از اینا قایم کردم، مثل که جایزه میذارم توی چی؟ مثلا روغن نباتیه. زمان من روغن نباتی قوب بود که جایزه نداشت. این جایزه رو گذاشتن توی کارهای خوب، هیچ کدوم از کارهای خوب کوچیک نشمار، یه ذره کوچولو، یه ذره کوچولو رو بکن، بی اعتنای از کنارش نکن، میتونی پس یه سنگ جلوی پا اینقدر فاصله با دیوار داره، ها اینو میذارم کنار دیوار، با پا میذارم کنار دیوار، در این مقدار این یه صدقه حساب میشه. خیلی کوچولوه، کسی محاسبه نمیکنه اصلا. نه، از کوچیک هم نگذر، خدا متعال رضاشو پنهان کرده است در میانه این اطاعت ها. یهو ممکنه یه دونش بخوره و اونش دست برسه اون جایزه، میفهمد دیگه تو رو عذاب نخواهم کرد، تموم شد، عاقبت به خیر شدی. عاقبت به خیر مهمه، ما نمیدونیم امروز مسلمانیم دیگه، انشالله امروز مسلمانیم، فردا نمیدونیم چی میشه، اما اگه اونطور بشه دیگه مطمئن میشه، اگه دم برخورد کنه به رضای خدا. میگن وقتش هیچ گناهی رو کوچیک نشمر، چون که خشم خودش خدای متعال توی گناهان پنهان کرده، خشم خودش را در گناهان پنهان کرده. یهو یه گناهی که به نظر شما خیلی حقیر میاد انجام میدی، میگیره خشم، میگه دیگر تو را نمیبخش. السلام علیک یا ابا عبد الله علی الارواح التي خلت بفنائك، علیکم انی سلام، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى